با عرض سلام، من امروز در خدمت شما در رابطه با دموکراسی در ایران نظرات و ملاحظات خودم رو با شما قسمت کنم. منتها در شروع میخواستم کمی در مورد امید دانا صحبت کنم، چون بی ارتباط با مبحث دموکراسی در ایران نیست. من چند روز قبل مطلبی خوندم مبنی بر اینکه سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد قتل ایشون رو داده و پیشنهاد داده که مبلغی برای انجام این کار تعیین بشه. در واقع این صحبت ها دال بر وجود تروریسم دولتی در ایرانه. شما همونطور که میدونید ستاد امر به معروف و نهی از منکر یه ارگان حکومتی در ایران محسوب میشه. وقتی به این صورت آشکار در یه ارگان حکومتی میشینن ترور یه فرد رو در خارج از کشور برنامه ریزی میکنن، در واقع اسم اینو میشه گذاشت تروریسم دولتی. بدیهیست که انسانهای آزاده تروریسم رو از هر نوع شکل قویاً تکذیب میکنه. البته من با این حرفا نمیخوام از اعمال و رفتار امید دانا دفاع کنم. من حدوداً چند سال قبل اومدم در رابطه با گفتار و رفتار امید دانا دو سه فیلم درست کردم و البته منظور من از درست کردن این برنامه های دیداری این نبود که بهشون بی احترامی کنم یا باعث رنج و آزار ایشون بشم. من دیدم که ایشون جوونه با پشتکار زیاد و با انرژی زیاد مشغول فعالیت سیاسیه. من این استنباط رو داشتم که به بیراهه افتاده. عده‌ای سعی میکنن از ایشون استفاده ابزاری کنن. متاسفانه در ایران یه نرم رفتار بیمارگونه هست. عده‌ای در محل کار، محل زندگی یا در عالم سیاست، چه در عالم حقیقی چه در عالم مجازی، سعی میکنن فردی را پیدا کنن، اونو دست بندازن، هی مرتب باش ور برن، بالا و پایین بکنن. اما متاسفانه این اظهار نظر من در رابطه با فعالیت های امید دانا مورد پسند ایشون نبود. با من یه برخورد به اصطلاح تهاجمی داشتم. من به این دلیل دیگه ایشون رو ول کردم، کاری به کار ایشون نداشتم. به اصطلاح بنابراین که ایشون میساخت نگاه نمی کردم. ولی وقتی این مطلب رو خوندم که سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد قتل ایشون رو داده، کنجکاو شدم. رفتم از کانال یوتیوب ایشون در بازدید کردم و بدون پیش داوری به چند فیلم از اول تا آخر با حوصله نگاه کردم. البته این فیلم ها رو اخیراً ساختم. من متاسفانه برداشت کردم که ایشون تغییر پیدا نکرده، همون در واقع میشه گفت بدتر هم شده. در مورد امید دانا من میتونم بگم که ایشون یه آدم بی پرنسیپه. منظور از آدم بی پرنسیپ چیه؟ ببینید خصوصا قبل از انقلاب روشنفکران، خصوصا دانشجویان در مورد بعضی از آدم های این اصطلاح رو به کار می بردن. می گفتن فلانی آدم بی پرنسیب یا چخبختیار. چخبختیار یعنی معادل مشابه آدم بی پرنسیب. منظور از چخبختیار اینه که صمد بهرنگ یه داستان کوتاه نوشته. آدم اصلی اون فردیه به نام فردیه که بر اساس منافع فردی تغییر رنگ میده. اعتقاد به پرنسیپ های ثابت نداره. وقتی میگفتن
آدم یه فردی بی پرنسیپ یا چوخ بختیاره، این معنیش اینه که این فرد به پرنسیپ های ثابت اعتقاد نداره. منظور از پرنسیپ های ثابت دوگماتیسم یا جزمیت نیست، چون بعضی باورهای اساسی وجود داره که با گذشت زمان یا تغییر شرایط ما نمیتونیم در مورد اونا فکرمون رو تغییر بدیم. برای مثال محکومیت جنایت، دفاع از آزادی بیان، محکومیت جنگ، دفاع از صلح، اینا مفاهیمی هستند که جزء پرنسیپ های ثابت محسوب میشن. در واقع این پرنسیپ ها هستند که انسان و انسانیت رو از حیوان و توحش متمایز میکنه، جدا میکنه. بدون این پرنسیپ ها ما تبدیل میشیم به موجودات وحشتناکی که نام ما را نمیشه انسان گذاشت. در واقع امید دانا، شما نگاه کنید به فیلم های ایشون، خیلی راحت از افراد خاصی نام میبره، اونها را مورد فحاشی و تهمت زدن قرار میده. یعنی از پرنسیپ های ثابت هم، یعنی محکومیت تهمت زدن، محکومیت فحاشی هم جز به پرنسیپ های ثابت هستند که ما از اونا نمیتونیم عبور کنیم، باید خطوط قرمز ما باشه. کلن تهمت زدن، افترا زدن در همه کشورها یه عمل غیر قانونی و غیر اخلاقی محسوب میشه، باید اونو محکوم کرد. به طور کلی میشه گفت که همون، من رمانو مثال زدم، چوبختیار نوشته صمد بهرنگ، در مورد ایشون امید دانا هم صدق پیدا میکنه. ایشون یعنی افکار ایشون یک کلاف سردرگمه، سریع تغییر عقیده میده. البته در رابطه با تهمت زدن و فحاشی ایشون، من میتونم بگم که انگیزه مالی هم داره، چون ایشون به قول خودش وقتی سوئد اومده بود، رفته بود رستوران و بار کار میکرد، اما الان از طریق یوتیوب درآمد خوبی داره، تعدادی نگاه میکنن. در واقع این کار در مقام مقایسه با کار قبلی که میکرد خیلی راحته. برایشون خیلی مهمه که بازدید کننده زیاد باشن، چون درآمدشون بالا میره. برای ازدیاد بیننده هم بعضی مواقع میاد فحاشی میکنه یا تهمت افترا میزنه، یه بحران با درست کردن بحران تعداد بازدید کننده ها را بالا ببره. غیر از این، به استنباط من، درک شخصی من اینه که ایشون، من خیلی با دقت نگاه میکردم وقتی ایشون افراد مورد فحاشی قرار میده، به نظر می اومد که ایشون از این کارش لذت میبره. یعنی یه روحیه آدم شکنجه‌گر رو داره، یعنی حرفی میزنه ایشون دچار رنج ناراحتی بشه، ایشون لذت ببره از این کاره. ببینید دوستان، من بعضی مواقع، اون موقع که من در مورد ایشون چند سال قبل دو سه فیلم درست کردم، بعضی از دوستان من از من انتقاد میکردن، میگفتن چرا نیرو میذاری رو این کار. دوستان ببینید، ایشون فقط یه نفره دیگه، بذار هرچی دلش میخواد بگه. دوستان، ایشون رو نباید به صورت یه نفر نگاه کرد. به فرض مثلا ما از جایی رد میشیم، فردی داد و بیداد را انداخته، فحاشی میکنه، به دیگران تهمت افترا میزنه، بله اون یه فرد، ما رد میشیم، اونو به حال خودش رها میکنیم. ایشون رو باید به صورت یه مجموعه نگاه کرد. ایشون در واقع بخشی از خرد جمعی ایرانیان، بخشی از به اصطلاح افکار عمومی را، هرچند کوچیک، نمایندگی در واقع میکنه. ایشون هزاران نفر
فالوور داره، هزاران نفر تحت تأثیر افکار ایشونن. در واقع میشه گفت که این افکار ایشون که بر اساس تهمت و فحاشی استواره، شما تصور کنید این افراد در یه انتخابات آزاد تعدادشون در اکثریت باشه، بیا مثلا در اداره امور یک کشور قرار بگیرن. اون موقع است که یه وضعیت فاجعه آمیز بار میاد. با این پیشگفتار من همون وارد بحث هستیم میشم. ببینید، من در جایی یه جمله خوندم، گویا غلام حسین ساعدی اینو گفته، من مطمئن نیستم ایشون گفته یا نگفته. به هر حال جمله جالبی است، میگه ایشون میگه که دموکراسی، اساس دموکراسی رأی آزاده. در انتخابات آزاده، در انتخابات آزاد یه آدم احمق هم یه حق رأی داره و یه فرد دانشمند هم یه حق رأی داره. به نظر من این از انصاف به دوره. البته آدم، من منظور ایشونو میفهمم. شما تصور کنید در مورد خاصی میخوان رأی گیری کنن، 100 نفر مثلا، برای مثال 80 نفر از اونا آدمای نادان هستن، 20 نفر از اونا به اصطلاح انسانهای روشنفکر با بهره هوش زیاد. نتیجه این انتخابات آزاد چی میشه؟ اکثریت چون افراد نادان هستن، در واقع اونا هرچی بگن اون میشه رأی بدن. البته برعکس اینم میشه نتیجه گرفت. شما مثلا فرض کنید 100 نفر، 80 نفر از اونها آدمای روشنفکر با بهره هوش بالا، 20 نفر از آدمای نادان. نتیجه انتخابات اون چیزی میشه که این افراد دانا و روشنفکر میخوان. ببینید، در رابطه با این حق رأی، دانشمندان، بعضی از دانشمندان، خصوصا دانشمندان آینده نگر، معتقدن که این پیشرفت علم و تکنولوژی باعث میشه که انقلاب دیجیتالی ما را به سمت سوی جامعه‌ای پیش میبره که در اون جامعه اطلاعاتی پیشرفته، در واقع در مورد چیزی اگه میخوان رأی گیری کنن، شدت موافقت و مخالفت افراد هم با یه مورد خاص اندازه گیری خواهد شد. همچنین در یه مورد خاص که میخوان رأی بدن، در واقع میزان تخصص، دانایی اون فرد و تجارب اون فرد هم باید مورد محاسبه اندازه گیری قرار بگیری، برای اینکه نتیجه انتخابات منصفانه باشه. البته این بحثا الان تئوری که برای ما بیش از اندازه لوکس و لوکسه، ولی خیلی زود رسته، وارد من این بحثا نمیشم. اما در مورد جوامعی که شما تصور کنین اکثریتش مثل افرادی مثل امید دانا هستن، البته امید دانا من گفتم بخشی از افکار عمومی را هرچند اندک نمایندگی میکنه. شما به دنیای مجازی الان در شبکه‌های اجتماعی افراد مشابه امید دانا کم نیستن، اینا هم فالوورهای خودشونو دارن. یعنی در واقع یک خرد جمعی در یک کشور، در یک جامعه اگر از بلوغ کافی نیست، چه کار باید کرد؟ دانشمندان، متخصصین در رابطه با مبحث دموکراسی بر این باورن که خرد جمعی را میشه مقایسه کرد با خرد فردی. شما تصور کنید فردی به سن بلوغ رسیده ولی از بلوغ فکری تعقل برخوردار نیست. در این رابطه میان برایشون یه وکیل انتخاب میکنن که برای به خودش
صدمه مالی و جانی نزن. اینا نتیجه میگیرن اگه خرد جمعی در جمع کل به اصطلاح به حد بلوغ نرسیده، یعنی تعداد آدم های نادان جاهل زیاده، باید الیت های جامعه، روشنفکران جامعه در رأس اداره کشور قرار بگیرن. اونا اون زیر ساخت های فرهنگی را مهیا کنن برای نهادینه شدن دموکراسی در جامعه. ببینید من براتون یه مثال میزنم. در انقلاب 57 که خیلی از ما کسانی که با من هم سنن ما شاهد این انقلاب بودیم، تعداد زیادی من یادم شعار میدادن، حتی به دیوارها می نوشتن تا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست. خمینی یه فردی بود نزدیک به 80 سال سن داشت، از سلامت کامل برخوردار نبود. ایشون وقتی ایران اومد رفت قم، چون امکانات درمان و پزشکی در قم زیاد نبود، اومد دوباره تهران که مورد مداوا قرار بگیره. ببین مسن بود، سلامت جسمی خوبی نداشت. ایشون در عمرش یک روز کار دولتی نکرده بود، تجربه کار دولتی نداشت. در رابطه با کار دولتی تحصیلات دانشگاهی هم نداشت. در واقع فردی با این خصوصیاتو کردن که گفتن تا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست. خب این اندیشه دموکراتیک نیست دیگه، این اندیشه ارتجاعیه. در یه رابطه دموکراتیک رهبر وجود نداره که رهبر مادام العمر. در یه رابطه دموکراتیک نماینده وجود داره. انسان ها فکر میکنن که فردی از تجارب و از تخصص کافی برای اداره کشور یا برای اداره یه ارگان حکومتی برخورداره، میان به ایشون رأی میدن. اگه ایشون کار خودشو درست انجام داد، موفق شد، باز رأی میدن برای یه پریود دیگه ایشون سر کار باشه. یعنی این من این مثال آوردم برای چی؟ این مثال آوردم در واقع تایید اون به اصطلاح گفته بعضی از کارشناسان، وقتی جامعه در کشوری در جامعه خرد جمعی به از بلوغ کافی برخوردار نیست، بهتر اونا به اصطلاح روشنفکران جامعه در رأس امور قرار بگیرن، شرایط مهیا کنن برای استقرار دموکراسی. الان در بعضی کشورها هست وقتی انتخابات میشه، به صورت نیمبند هم شده، انتخابات آزاد وجود داره در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین یا کشورهای آفریقایی، بعضی ها خوشحال میشن چون حق رأی خودشون رو میفروشن، ممکنه به 10 دلار، 20 دلار، 5 دلار اینا بفروشن. اینا یه واقعیت های غم‌انگیزه. اینا این نگاه رو ندارن که مثلا انتخابا شد من از حق رأی خودم استفاده کنم، شرایطی فراهم بشه که مطلوب منه، خواست من. در واقع دوست من، دوستان عزیز، در ایران من میتونم به یه تجربه تاریخی ارزشمند اشاره کنم برای روشن شدن منظورم. ببینید انقلاب مشروطیت، در واقع بزرگترین مزیت انقلاب مشروطیت این بود که روشنفکران، الیتای جامعه در رأس به اصطلاح در نقش راهبردی داشتند. برای اولین بار یه پارلمان در ایران تشکیل شد، شروع کردن به تصویب قوانین سکولار، مطبوعات آزاد شد. البته این قانون اساسی که در ایران قانون اساسی مشروطه بر مبنای قانون فرانسه، اساسی فرانسه و بلژیک
تدوین و تصویب شد. در واقع قانون اساسی مشروطه در ایران میخواست یه سیستم سیاسی غیر متمرکز، نوعی فدراتیو در ایران حاکم بشه. در این حال در اون زمان یه جنبش جمهوری خواهم داشت شکل میگرفت. البته من نمیخوام از حکومت قاجار دفاع کنم، بعضی ها برای این سو تفاهم پیش بیاد که اونا آذربایجانی بودن، من چون آذربایجانی هستم به خاطر تعصب اتنیکی میخوام بگم باید اونا میموندن. نه، خاندان قاجار مرتکب جنایات وحشتناک شدن، منتها اونا در برابر نهایتا این انقلاب مشروطه تسلیم شدن، واقعیت را پذیرفتن. در ایران اصلاحات سیاسی شروع شد در هر زمینه و یه جنبش جمهوری خواه شکل گرفته بود و به احتمال زیاد نظام پادشاهی در ایران به صورت مسالمت‌آمیز این امکان داشت که لغو بشه، یه سیستم سیاسی دموکراتیک بر اساس جمهوریت در ایران مستقر بشه. یعنی اگه انقلاب مشروطیت به این اهداف خودش میرسید، ما در مقام مقایسه با ژاپن، اگه وضعمون از اون ژاپن بهترم نبود بدترم نبود، چون همون موقع هم در ژاپن توسط امپراتور ژاپن به نام میجی و افراد اصلاح طلب که در دورشون بودن، اصلاحاتی مشابه اصلاحات ایران در اونجا شروع شده بود. چرا در ژاپن موفق شد اون اصلاحات ولی در ایران موفق نشد؟ علل شکست انقلاب مشروطه کودتای رضاخان به کمک انگلستان بود. به جای استقرار یه حکومت دموکراتیک بر اساس جمهوریت، یه استبداد خاندان پهلوی بیش از 50 سال بر ایران حاکم شد. من چرا این مثال تاریخی را زدم؟ دوستان، من این مثال تاریخی را زدم به این دلیل که ما نمیتونیم به گذشته برگردیم، گذشته را تغییر بدیم، اما میتونیم از گذشته درس بگیریم. من با کمال تعجب و تأسف الان میبینم بعضی از گروه های سیاسی، نام نمیبرم، در واقع اونا خودشونو از دستگاه های امنیتی کشورهای خارجی دستور میگیرن، کمک مالی میگیرن. بعضی از رسانه های گروهی خیلی که طرفدار دارن، خیلی میبینن، خیلی تأثیر زیاد رو افکار عمومی دارن، مثل ایران اینترنشنال یا کانال تلویزیونی من و تو، کانال های دیگه هم هستن. اینا توسط عربستان، اسرائیل، امریکا در واقع اداره میشن، کمک مالی دریافت میکنن. ولی کار اینا چیه؟ به خصوص کانال تلویزیون اینترنشنال و من و تو تبلیغ میکنن برای خاندان پهلوی، میخوان از رضا شاه یا محمد رضا پهلوی یه شخصیت کاذب دروغین به اصطلاح درست کنن، اونو به خورد افکار عمومی بدن و به شکلی سعی میکنن دوباره رضا پهلوی به عنوان پادشاه بر ایران حاکم بشه. این نشون میده دوستان، همون تراژدی انقلاب مشروطیت به شکل جدید در حال شکل گرفتنه. جریانات سیاسی هستند، رسانه های گروهی. ایران اینترنشنال یا مناطق یه رسانه گروهی نیست که، یه ارگان، در واقع یه ارگان تبلیغاتیه، یه تفکر ایدولوژیکه، اینو تبلیغ میکنن.
کمک کشورهای خارجی میخوان دوباره یه نوع استبداد رو در ایران حاکم کنن. دوستان عزیز، من چند بار که در بعضی از کانال های تلویزیونی گفتم برای اینکه اشتباه انقلاب سال 57 تکرار نشه، ما باید یه ائتلاف سیاسی نیرومند، به واقع یک کلمه در ایران به وجود بیاد. اون ائتلاف سیاسی نیرومند یک گزینه دموکراتیک برای اداره ایران ارائه بده. اون موقع ما با وقتی اینو اکثریت نسبی پذیرفت مردم، در واقع ما با چشمان باز، با آغوش باز به سراغ یه آیندهی بعد از جمهوری اسلامی میریم که میدونیم چه خصوصیاتی خواهد داشت. به نظر من الان هر کس ساز خودشو میزنه، هر کس برنامه خودشو داره برای اداره امور ایران. به نظر میاد اینا سلطنت طلب ها یا گروه های دیگه امیدوارن که بعد از جمهوری اسلامی که اوضاع احوال به هم ریخت، اونا بتونن افکار عمومی را بسیج کنن، به کمک بخشی از مردم خودشون حاکم بشن، سر دیگران رو زیر آب بکنن. یعنی این وضع خوشایندی نیست. در انقلاب 57 مردم، یعنی این فکر در افکار عمومی به وجود اومده بود که رژیم پهلوی بد است، باید برود، اما به طور واضح روشن چه چیزی جایگزین اون خواهد شد نمیدونستم. در واقع الان هم داره همین موضوع تکرار میشه. جمهوری اسلامی چرا 43 ساله؟ ما باید از خودمون سوال کنیم چه خصوصیاتی داشته، چه مدت طولانی دوام بیاد. دلیل اصلی این که این حکومت تا حالا تونسته دوام بیاره به این خاطره که یه ائتلاف نیرومند سیاسی در ایران وجود نداره. یه گزینه دموکراتیک که به طور نسبی اکثریت از اون حمایت کنم وجود نداره. بخشی از افکار عمومی همیشه در رابطه با یه آینده مبهم نامعلوم همیشه دچار نگرانی و ترس بود. البته اخیراً بعضی چیزای مثبت دیده میشه در تظاهراتی که در خارج از کشور برگزار میشه. گروه های سیاسی مختلف، تشکلات سیاسی ملت های دیگه، کردها، عربها، بلوچها، آذربایجانی هم در اونجا شرکت میکنن. این چیز مثبتی است. در واقع من امروز نشستم پای کامران صحبتو کردم، خواستم گوشزد کنم اینو که کسانی که میگن اپوزیسیون همین مردم و کوچه بازار هست، اونا رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون میکنن و خودشون در انتخابات آزاد رأی میدن، یه سیستم سیاسی جدید برپا میکنن. این جز شارلاتانیسم و خیلی واضح میگم چیزی دیگه نیست. در ایران الیت های جامعه، روشن فکران در مرحله اول با هم یک کار جمعی باید بکنن، یک گزینه دموکراتیک برای افکار عمومی ارائه بدن که بعد از جمهوری اسلامی در واقع به ایران حاکم خواهد شد. به هر حال این نقطه نظرات من بود. در خاتمه فقط یه چیزی را گوشزد کنم. من در برنامه قبلی از کلمه تضییع طلبی استفاده کردم. فردی برای من ایراد گرفته بود، میگفت باید تو از واژه جدایی خواه استفاده میکرد. دوستان ببینید، صحبت سر کلمات نیست، صحبت سر مفاهیمه. اتی این واژه را استفاده میکنن سلطنت طلب ها، طرفداران جمهوری اسلامی. در واقع منم به استناد اونا این اصطلاح از این اصطلاح استفاده کردم.
چون اون دوست نوشته بود که کلمه تزیه در شیمی استفاده میکنه، شیمی درمانی از این چیزا. به هر حال بعضی اصطلاحات هستند، اصطلاحات پزشکی یا در شیمی، در عالم سیاست هم از اون استفاده میشه. برای مثال کلمه آناتومی، کالبد شکافی، ویروس، خب اینا استفاده میشه دیگه. منظور ما وقتی از تزیه طلبی صحبت میکنه، منظور اینه کشور تقسیم بشه به مراکز قدرت متعدد که دارای سلاح هم و میخوام با هم بجنگن. به هر حال اینم توضیح بود در خاتمه من دادم. موفق باشید.